رئیس جمهور روسیه در یک نشست خبری در تاشکند پایتخت ازبکستان میگوید که روابط مسکو با حکومت سرپرست قابل توجه و ضروری است. ولادیمیر پوتین میافزاید که روابط به نحوی ایجاد شود، زیرا مقامهای حکومت سرپرست در حال حاضر حاکمان فعلی و کسانی هستند که کشور و قلمرو آن را کنترل میکنند. مشکلات در افغانستان وجود دارند. این مشکلات برای همه آشکار و شناخته شده است. اما پرسش این است که چگونه با مقامهای کانونی روابط برقرار کنیم. باید به یک طریقه آن را بسازیم. اینان مردمانی هستند که کشور و قلمروشان را اداره می کنند. آنان اکنون در قدرت هستند. ما باید بر بنیاد واقعیت ها با پیش برویم و بر بنیاد آن روابطمان را بسازیم. این در حالی است که در روزهای گذشته زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور درباره حذف نامهای مقامهای کنونی از فهرست سیا نیز سخن گفتند. از سوی هم پس از این گفته ها وزارت خارجه امارات اسلامی موقف مسکو در برابر کابل را می ستاید. صحبت های مسئولین روسیه در اواخر مثبت بوده و نشان دهنده آن است که دروازه تعامل با امارات اسلامی افغانستان را میخواهند باز نگه دارن و امارات اسلامی افغانستان هم با آن کشور رابطه بسیار خوب دیپلماتیک و تجارتی را ایجاد کرده. اما در سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به تصمیم بیرون کردن نام مقامهای امارات اسلامی از فهرست گروههای هراس افغان از سوی روسیه میگوید که این تصمیم برای کشورهای دیگر پیامد بدی خواهد داشت. طالبان به یکی از تعهدات خود عمل نکردند، نحوه برخورد با مردم، دختران و زنان افغان و مدیریت اقتصادشان. ما در وضعیت نیستیم که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم. اگر روسیه چنین کار را انجام دهد، ما باورمند هستیم که پیامد بدی را برای دیگران به دنبال خواهد داشت. در پایان سفر رئیس جمهور روسیه به ازبکستان در یک بیانیه مشترک، برقراری صلح و ثبات در افغانستان برای مسکو و تاشکند یک اولویت دانسته شد.